أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل عليه ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند عالی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. در خطبه اول بحث خانواده از منظر قرآن و پیامبر و ائمه معصومین با دو سه تا نکته و فرازی که لازم است در این محفل نورانی مطرح کنم پی میگیرم. در ایام خجسته دهه کرامت قرار داریم. امروز ششم ماه ذی‌القعده است. اول این ماه ولادت کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود که بهره بردیم از بیانات خطیب قبل از خطبه جناب آقای سجادی. منم خیلی کوتاه در خطبه دوم از بی بی یاد میکنم دو سه تا مناسبت و موضوع مهم است. یکی مسئله تنوع زیستی و همینطور معاهده گندمک که در پنج جوزا در تاریخ افغانستان مشهور و معروف است. یک تذکری درباره اون معاهده خواهیم داشت و یکی دو نکته ای که زنده است و مربوط میشه به مسائل اجتماعی من با اونا هم خواهیم پرداخت تا در خطبه دوم هم بخشی از رسالت نماز جمعه و در واقع وظیفه ای را که مشترکاً باید به اون توجه داشته باشیم، هم خطیب و هم شما حاضرین و شما مؤمنین که با حضورتان این برنامه زیبا و ارزشمند و در واقع ذکر بزرگ الهی را حمایت میکنین و راه اندازی میکنین به همه اونها عمل کرده باشیم. یکی از مهمترین دستورات اسلام مسئله تشکیل خانواده است و بعد از تشکیل خانواده توجه به تربیت، توجه به تقویت و آسایش و آرامش خانواده است. خداوند در قرآن می‌فرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. از علائم قدرت خداوند یکیش این است که از خود شما و از جان شما برای شما همسران را آفرید.
لتسکنوا الیها، تا شما در کنار همسر آرام بگیرین و آرامش پیدا کنین و بین شما مودت و رحمت قرار داد و جعل بینکم مودتا و رحمه. گاهی آدم کسی را نمیشناسه، خانواده ای را ارتباط نداره، اما به هر دلیلی او را انتخاب میکنه همسرشه از یک خانواده ای و با مقدمات و با برنامه در کنار همدیگه قرار میگیرن، همسر میشون، همراز میشون، به تعبیر رایج هم قفس نمیشون، هم نفس میشون. اینقدر رابطه ها نزدیک میشه، اسرار انسان با او شریک میشه که قرآن تعبیر میکنه او لباس توست و تو لباس او هستی. مهم این است که ما بیاییم یک خانواده ای را با متد و با معیاری که اسلام و قرآن گفته به وجود بیاوریم و خانواده همون اونطوری تربیت کنیم، اونگونه زندگی کنیم. چون نماز جمعه است و فرصت ما محدود، خطبه ها طولانی نشود، من با همین خلاصه نکات کوتاهی که عرض کردم وارد اصل بحث بشوم. مهم این است که خب ما خانواده را چطوری تربیت کنیم، مرد خانه، زن خانه، مادر و در واقع پدر، همسرها چگونه با هم زندگی کنند تا از این خانواده یک محیط محله و قریه و در واقع بزرگتری به وجود بیاید، بعد شهرها به وجود بیاید، کشور و منطقه، در واقع یک زندگی کلان از همینجا آغاز می شود. چیزی که خیلی مهم است در خانواده موضوع اخلاق است. اخلاق که میگیم حالا تعریفش بمانه، خلاصه بعضی چیزا فهمیدنیه، ما خیلی چیزا رو باید یاد بگیریم، تا یاد نگیریم نمیتونیم عمل بکنیم. بهداشت، درمان، نظم، عبادت، همه اینا یاد گرفتنی است. یک بخش کار به تعبیر معروف اخلاق نظری است. زشتی ها را بفهمیم، زیبایی ها را بفهمیم، ظلم چیه. خب خیلی وقتا شاید بعض کارا را انجام میدیم از نظر خودمان ظلم نباشه، شاید خیلی چیزا از نظر ما ظلم به غیر نباشه، اما در حالی که ظلم است. خیلی وقتا ظلم به خودمان هست، ظلم به نفس است، نمیفهمیم. یک سری چیزا را باید بریم یاد بگیریم بفهمیم عدالت چیه. خب خیلی وقتا معنای عدالت نمیفهمیم. گاهی مثلا از بعضی ها حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، در حالی که این دفاع کردن، این حمایت کردن عدالت نیست، خلاف عدالت است. دروغ چیه، تهمت چیه، خیانت چیه، اینا را باید مفاهیمیشه بفهمیم. مسئله دوم اینه که فهمیدن یک قضیه خیلی مشکل حل نمیکنه و ما را کمک میکنه. مهم اینه که بیاییم اینها را اجرا کنیم. گفتن عدالت آسانه، گفتن اخلاق آسانه، عمل کردنش مهم است. اونی که خانواده ها را سالم میکنه، خانواده را محکم میکنه، محور حرکت آدم قرار میده، یعنی دلبسته میشه آدم به خانواده، اون اینه که بیاییم این اخلاق در خانواده مستحکم کنیم، رعایت کنیم. خانواده ای که با فضایل اخلاقی حرکت میکنه یه خانواده بسیار محکم و استواره. فرزندان همیشه در دوران طفولیت و حتی بعد از اون که خودشان صاحب زندگی میشه این آثار تربیتی در اونها وجود داره. وقتی حاکم میشه، وقتی رئیس میشه، وقتی ثروتمند میشه، وقتی معتبر میشه، این آثار تربیت از اون لحظه ای که در این خانواده این انسان و این طفل حضور پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته در زندگیش آثارش میمانه.
معروف است افلاطون از استادش سقراط این جمله را نقل کرده، گفته فایده اخلاق رسیدن انسان به هدف آفرینش است. خدا ما را برای چی خلق کرده؟ هدف آفرینش چیست؟ سعادت و کمال واقعی. خیلی آیه در قرآن داریم میگن روز قیامت، یعنی مفهوم آیات انسان ها دو دست است، یا شقیه یا سعیده. سعید اهل بهشته، شقی جهنمیه. همین اخلاق است که ما در خانواده اگر رعایت بکنیم ما را به او کمال میرسنه، اگر رعایت نکنیم ما میریم جزء اشقیا میشیم. پس تنها فهمیدن هدف نیست، مهم عمل کردن است. با توجه به این نکته که خیلی ما را به هدف نزدیک کرد، یه دو سه تا در واقع جمله از خود پیامبر بزرگوار اسلام نقل کنم. خداوند در قرآن پیغمبر مخاطب قرار میده، میگه که انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو اخلاقت بزرگه. این بزرگی اخلاق پیغمبر رو باید پیدا کنیم، نگاه کنیم با چشم دلمان، با فکرمان، با اعتقادمان، ببینیم پیغمبر چگونه اخلاقش بزرگ بود. واقعا این بزرگی را ما در خانواده مان، در جامعه مان رعایت میکنیم، و اگر میکنیم در چه حد، و اگر نمیشود و نمیکنیم باید رعایت کنیم، و الا اون جامعه ای را که پیامبر برای معرفیش مبعوث شد و برای تربیتش مبعوث شد، از اون جامعه ما محرومیم و سعی کنیم به اون جامعه برسیم. از پیامبر بزرگوار اسلام سوال شد، سأل رجل عن رسول الله، یک کسی از پیغمبر سوال کرد. خوبه که ائمه محترم جماعات، مسئولین، مبلغین، مروجین دین یک فضایی را به وجود بیارن، مردم راحت از اونا سوال بکنن، خوش برخورد باشن، خوش مشرب باشن، سختگیر نباشن. خب پیغمبر این دوری بود. خدا هم در قرآن میفرماید از آگاهان بپرسیم. یک کسی آمد از پیغمبر سوال کرد، یا رسول الله، خدا شما را معرفی کرده، شما دارای اخلاق بزرگی هستین، انک لعلی خلق عظیم، شما خوش اخلاقین. بعد سوال کرد، یا رسول الله، آدم خوش اخلاق کیه؟ این سوال جوابشه. ببینیم پیغمبر سه تا آیه خون فرمود که خذ العفو، اهل گذشت باشیم، اهل خلاصه بزرگی و در واقع آقایی باشیم. درسته حق نباید ضایع بشه، اما آدم خودش میتونه از حقش بگذره. خیلی سختگیر، به تعبیر خودمان زیغگیر نباشید. مردم، خانواده را، جامعه را در تنگنا قرار ندیم. خذ العفو، حضرت فرمود یک بخش اخلاق همین گذشته. و امر بالعرف، مردم با کارهای خوب امر بکنیم، یعنی مردم با کارهای خوب آشنا کنیم، وادار کنیم. این نکته است که حالا در ادامه صحبتم بهش یک کمی بیشتر میپردازم. سه فرمود که و اعرض عن الجاهلین، از آدمای جاهل، از آدمای خدمت شما رسید نادان، از اینها فاصله بگیر. پس خود پیغمبر وقتی ازش سوال میشه حسن خلق چیه، سه تا آیه را محور قرار میده. ما چگونه برخورد بکنیم تا یک جامعه متخلق داشته باشیم؟ اولین علامت، اولین شاخصه، اولین در واقع مصداق یک جامعه متخلق با اخلاق قرآن و پیامبر و حضرات معصومین و تربیت شدگان مکتب اسلام، رفتار محبت آمیز است، رفتار مملو از عشق و دوست داشتن و حرمت و تکریم و تعظیمه. یعنی اگر در محیط خانواده، من خیلی روان عرض بکنم،
پدرای بزرگوار، خواهرها و مادرها که در نماز جمعه الحمدلله حضور شما افتخار است. یک وقتی در یک مناسبت هشتم خلاصه یعنی روز زن در یک جلسه ما دعوت شدیم، بعد گفتن امروز روز جهانی زن است، بیاییم خواهرها و مادرها را زنان در نماز جمعه حضورشان فراهم بکنیم. با هر مولوی و روحانی صحبت میکردن، بعد به ما که رسیدن گفتن شما چه تر دارین برای آمدن زنها در نماز جمعه؟ ما گفتیم آقا زنای ما الحمدلله، خواهرای ما به اندازه ما بیشتر از ما در نماز جمعه حضور دارن. بعد یه نگاهی کردن گفتن بله این تأثیری همین جلسات محرم شما مردم است. خب خواهرای ما الحمدلله الان به اندازه برادرها در نماز جمعه حاضرن. اگر میخوایم خانواده من خانواده متخلقی باشه، مادر خانواده به پدر خیلی احترام بگذاره، در صحبت کردن، در پیشنهاد کردن، در برخورد کردن. خب مسائل زندگی لحظه به لحظه ما بالاخره تج میکنیم، در تقابل قرار میگیریم، عباراتمان، نام بردنمان، خواهش کردنمان خیلی محترمانه باشه. شما تاریخ پیامبر زندگی اهل بیت بخوانید چگونه با همسرانشان صحبت میکردن، نام فرزند میگرفتن، مادر فلانی، اگر خلاصه یک صفتی یک برازندگی داشت او را بزرگ میکردن. همینطور مادر نسبت به پدر، پدر نسبت به مادر، نسبت به اولاد. تعبیر قرآن این است: با همسرانتان به صورت پسندیده رفتار کنید. خیلی تعبیر جالبیه. و عاشروهن بالمعروف. آخه بعضی ها فکر میکنن معروف تنها وادار کردن به عبادته. یعنی اونی که مردم بپسنده، اونی که دنیا قبول داشته باشه، اونی که خردمندان عالم او را قبول بکنن. خدا میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با همسرانتان به صورت پسندیده رفتار کنید، نه اینی که خودت هرچی خواستی. چی بسا ما یک چیزی میخواییم او را دنیا نمیپسنده، عقل نمیپسنده. فرمود فعصا فإن کرهتموهن فعصا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. چی بسا چیزی خوشایند شما نیست، تو اگر بخوای به خانومت احترام بکنی شاید خودت خوشت نیاید، اما خب خیلی خیر و برکت در همین کار شما هست. من یادم نمیره بعض وقتا میگفت آقا داماد داری؟ بعد میگفتن نه، یا من گفتن بله. اگر میگفتن داماد، بعد تعبیر میکردن داماد مثلا نوکر آدم باشه. چرا داماد نوکر آدم باشه؟ داماد آدم رفیق آدمه، داماد آدم فرزند آدمه. آقا دروغ میگفتن باجه مثلا باجناق نمیدونم حریف آدمه. چرا باجناق حریف آدم باشه؟ باجناق رفیق آدمه. گاهی میگن آقا دشمنی بین پسر عموها نمیدونم سابقه کجایی داره. کی حرفا رو گفته؟ اینا از همون دروغاییست که شهرت پیدا کرده. ما باید به چیزهایی که حقیقت است تن بدیم. پس یکی از بهترین راه‌های برخورد اخلاقی در خانواده این است که ما با محبت برخورد بکنیم. حالا اینا لازمه بگم، همیشه لازم نیست که ما همطوری خدمت شما رو بشه با خشونت و با حدت صحبت بکنیم. پیغمبر فرمود یک لحظه نشستن یا نشستن مرد کنار همسر در پیشگاه خداوند از اعتکاف در مسجد پیامبر در مسجد النبی ثوابش بیشتره. ما باید ساعت‌هایی را خلاصه بشینیم کنار همسرمان، خیلی با آرامی صحبت بکنیم، مسائل بررسی بکنیم، آینده فرزندمان، دخترمان، دامادمان، عروسمان کجا زندگی بکنیم، وسائل زندگی چطوری تنظیم بشه، ترتیب بشه. ما در حال
افزایش جمعیتیم چی برنامه داشته باشیم؟ پیغمبر فرمود نشستن مرد نزد همسرش جلوس المرئه عند عیاله احب الی الله، خدای را اینقدر دوست داره که از اینکه آقا بیای مسجد اعتکاف بگیره ثوابش بیشتره. اینجوری نباشه که بگیم آقا خانه اگر کنار خانواده نشستم یا 10 دقیقه 20 دقیقه بیشتر شد دیگه دعوا میکنم. خیلی ها میگه آقا ما خانه نمیتونم بشینم، اگر بشینم خلاصه دعوا شروع میشه. و این اشتباهه، کار لازمه، برنامه ریزی لازمه، اما از اون طرف محبت به خانوادم ضروری است. میبخشید من اینطوری صحبت میکنم، لازم میدانم. یه صلوات بفرستین برای اولین بار من در نماز جمعه صلوات بفرستین. تاریخ می نویسد کان النبی افکه الناس مع نسائه، پیامبر شادترین و خوشروترین مردم با همسرانش بود. افکه از خلاصه خنده است، فکاهی یعنی چیزی که آدم باعث خوشحالیش میشه. پیغمبر خوشبرخورترین مردم با همسرانش بود. افکه الناس مع عیاله من نسائه. اینطوری نبود که پیغمبر وقتی اونجا میشینه صحبت میکنه، مخصوصا که پیغمبر خانواده های متعدد هم داشت، همش عبوسن قمتری را باشه خیلی راحت. کان رسول الله یمزهنه یا یمزههنه، پیغمبر با همسران شوخی میکرد، مزاح میکرد. کمی آدم در خانه محیطش آرام باشه، اضطراب دلوره. یه وقتی یک حاج خانومی که مکه رفته بود آمد، خلاصه از ما وقت گرفت، بعد وضعیت مالی خوبی داشت، باور کنین گریه میکرد، میگفت که همسر من مکه رفته، چند تا عروس داریم، داماد داریم، وقتی با من صحبت میکنه میگفت کاش آرزو میکردم خداوند مرا از این دنیا برده بود، آب میشدم. این عبارتهای خلاصه تنده این آقا جلوی دخترها و عروسا دامادا به من نمیگفت. چرا زندگی های ما آرام نباشه؟ باید بریم تاریخ پیامبر خوب بخوانیم، آیات قرآن با هدف دنبال بکنیم، بیاییم زندگی ما نه به اون نزدیک بکنیم. وقتمان کم است. پیامبر فرمود قول الرجل للمرأه، اینی که مرد به زنش بگه اینی احبو، خانم من تو را دوست دارم. آقایان علما هستن، مهمانای بزرگوار در جلسه میبینم، آجای آشیمی امام جمعه محترم بغلان تشریف دارن، آجای امینی از علما و بزرگان بلخا که اونجا اقامه نماز جمعه میکنن، انشالله سفر همه بزرگان با عافیت باشه. خلاصه اعزه هستن. پیغمبر فرمود وقتی مرد به زنش بگه همسرم من تو را دوست دارم، لا یذهب من قولها ابدا، هرگز این جمله را زن فراموش نمیکنه. حالا شاید مثلا جلوی بچه ها لازم نباشه، بعض وقتا چی اشکال داره آدم جلوی مثلا دامادش هم اینجوری میگه یاد بگیره، دامادش همش داماد از آدم دعوا کردن یاد بگیره. بعض وقتا خوش اخلاقی هم یاد بگیره، سخاوت هم یاد بگیره، پسر آدم هم اینجوری باشه، دخترها از مادرشان یاد بگیرن. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان همسرش مسافرت رفته بود، بعد میخواست برگرده، حالا به یک دلیل اسمشه نمیبرم، بچه هاشه شب نگذاشت بخوابه. بچه ها گفتن بابا اجازه بده بخوابیم. گفت مادرتان از مسافرت برمیگرده؟ گفت خب بابا هر وقت آمد. بعد خب ما هستیم. گفت نه، به احترام مادرتان بیدار بمانیم. با خشونت که نمیشه همه چیز به بار بشینه، با محبت است که انسان کسی را مرید و مخلص و اسیر خودش میکنه. به همین دلیل است که ما رفتارمون باید مدیریت بشود. با بچه هم باید همینطوری باشیم. وقتی من کم است،
روایت داریم از پیغمبر، نگاه مهرآلوده پدر نسبت به فرزندانش عبادت است. و این جمله را، این تکه را من عرض بکنم و بس زیاده و وقت من کمه. یعلای آمری از اصحاب رسول الله است، نقل میکنه که پیغمبر در یک مهمانی میرفت. دیدین بعض وقتا آدم کسی دعوت میکنه، پیامبر دعوت کرده بودن، از منزل خارج شدن همراه یک عده از اصحاب برن به مهمانی. همطوری که پیامبر داشت میرفت، وسط کوچه وسط راه وجود نازنین آقا امام حسن و امام حسین علیه مسلات و سلام امرای اطفال بازی میکردن. پیامبر، شخصیت ها امرای پیامبر هستن، شروع کرد در وسط کوچه با فرزندانش با عزیزانش محبت کردن. اونا میدویدن، پیغمبر با اونا خلاصه امرایی میکرد. گاهی خلاصه صداهایی را وجود نازنین پیغمبر که خدا در قرآن میفرماد از هوا صحبت نمیکنه، خلاصه اشکال را به اصطلاح جور میکردن. بچه ها با نگاه کردن به پیغمبر، شنیدن صدای پیغمبر، خلاصه خوشحال میشدن. اون بچه های دیگه هم همینطوری خلاصه از این صحنه بهره میبردن. طولانی شد. گاهی امام حسین علیه السلام خلاصه میدوید یک فاصله، پیغمبرم دنبالش میرفت. همینطوری که قضیه طولانی شد، اصحاب منتظر بودن، پیغمبر هیچ احساس خستگی نکرد تا اون اندازه ای که بچه ها خلاصه به تعبیر خودمان اشبا شدن. این صحنه خیلی برای بعضی ها جالب بود، غیر قابل انتظار بود. یک کسی بود به نام عیینه ابن بدر، شاهد این ماجرا بود، گفت عجب، من بچه هم بزرگ شده، الان ریش در آوردن، ازدواج کردن، گفت به خدا من یکیشان بایش اینجوری برخورد نکردم، من اینا رو نبوسیدم. پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از بازی یکی از دستای مبارکش گذاشت رو سینه آقای امام حسین، یه دستش هم گذاشت پشت سر آقا، خلاصه این گردن مبارک آقای امام حسین باز کرد، بوسه باران کرد. این آقا تعجب کرد، من اصلا با بچه هم اینجوری بازی نکردم. جالبه، من نه تنها از این کارها نکردم، این عبارت هم میخوانم، بلکه تا کنون حتی برای یک بار هم او را نبوسیدم. پیغمبر فرمود خدا کسی را که رحم و عطوفت نداشته باشد مورد رحم و عطوفت قرار نمیده. این بچه ای که مورد محبت و تعظیم و تکریم نیست، فردا یاده این عقده‌ایه، رهبر بشه عقده‌ش در میاره، پولدار بشه بزرگخواهی میکنم عقده در میاره، قدرت پیدا بکنه دنبال عقده در آوردنه. ما باید با عظمت، با خوبی، با انسانیت رفتار کنیم. یکی نداریم، دوتا نداریم از این روایت ها و از این نمونه ها. امیدواریم که زمینه یک محبت و یک اخلاق و یک عاطفه و مهربانی کلان و بزرگ در سراسر زندگی مردم ما، کشور ما، جامعه ما انشالله رونمایی بشه. و این همه سخنرانی عرض کردم، ما به نماز جمعه به عنوان یک پایگاه بیداری در سراسر کشور، در سراسر جهان اسلام نگاه میکنیم. باید این موضوعات پیدا بشه، گفته بشه، یک چیزی را از اسلام معرفی نکنیم که اول تا آخرش خشونت باشه. حقیقتا اسلام این نیست. اسلام حقیقتش محبت است، حقیقتش اخلاق است. به همین دلیل است که پیامبر اون مقداری که با اخلاقش توانست دلها را به سمت خودش بکشانه، با سایر موارد اون مقدار ظرفیت نداشت. امیدوار هستیم که با نگاه عمیق به موضوعات خانوادگی این مسئله انشالله حل بشه. نکته آخر در خطبه اول، دو سه روز جلوتر شورای علما جلسه داشت و از اعزه دعوت کرده بودن بنده هم در اون جلسه
به دلیل که حضورم لازم بود شرکت کردم. از جانب مسئولین امر معروف نهی از منکر یک موضوعی را اونا شنیده بودن، حالا من نه به خاطر که اونا گفتن، در کل میخوام اینجا عرض بکنم و در این حال یک تذکری هم باشه که بعضی از مسئولین گلایه داشتن که مردم حالا منتسب به شما مسائل حجاب رعایت نمی کنن. من همینجا عرض بکنم ما نه الان، سال هاست در رابطه با حجاب حرفای محکم و استواری را داشتیم. حرف خودمان نیست، حرف قرآن هم. من یادم در دوران حکومت خلاصه قبلی در یک جلسه از طرف خارجی ها برگزار شده بود در شهر، از من دعوت کرده بودن. من وقتی وارد شدم دیدم خواهرای ما اونجا حجابشان واقعا قابل تحمل نیست. تا شروع کردم به صحبت کردن گفته بودم 20 دقیقه حرف میزنم. بانی جلسه هم خارجی ها بود. در دقیقه دوم سوم دیدم چادرها جمع شد، خواهرای ما شروع کردن با حجاب کردن. یه 10 دقیقه صحبت کردم حجابا بیشتر شد، بیشتر صحبت کردم دیدم خیلی عوض شدن. وقت تمام شد گفتم آقا ظاهران کار داشتم، برنامه داشتم، گفتم من همین مقدار بیشتر صحبت نمیکنم. خیلی خواهش کردم، گفتن آقا بیشتر صحبت بکن. گفتم ما قولمون 20 دقیقه بود. حجاب صیانت است، حجاب خدمت شما عرض میشه که حفاظت است. خدا به پیغمبر میفرماید یا ایها النبی، پیغمبر قل، بگو لازواجت، به زنای خودی و بناتت و دخترای خودت و نساء المؤمنین، و زنهای مؤمنا بگو چیکار کنن. یدنین علیهن من جلابیبهن، به همه اینها بگو روسریهای بلند، چادرای بلند بر سر خویش فرو افکنن. یدنین علیهن من جلابیبهن. بعد میفرماید اصلا طور حجاب داشته باشن که به با حجابی شناخته شون. وقت زن حجابش رعایت میکنه، تعبیر قرآن این است فلا یؤذین، دیگه مورد اذیت و آزار قرار نمیگیره. اگر یک خانمی از دو طرف یک نااهلی مورد اذیت قرار میگیره، او خانمی است که حجاب رعایت نمیکنه. ما همیشه طرفدار حجابیم. از حضرت زهرا سلام الله علیها روایت داریم بهترین وضعیت برای زن آن است که کسی او را نبینه. یعنی اگر بیرونم میره یک بخشی از معنا اینه، طوری برود که تمام بدنش محفوظ باشه. این به این معنا نیست که یک کسی فکر بکنه ما طرفدار حجاب کامل نیستیم. هم از حجاب حمایت میکنیم، هم از برنامه که حجاب را در جامعه و در شهر و در کشور نهادی نبکنه حمایت میکنیم. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن زنهاتان در پوشیدن لباس نازک آزاد نگذارین. خیلی مهم است این قضیه. من عبارت نقل بکنم، فرمود امت من یا هلاکت زنان امت من در دو چیز است، یکی هلاک نساء امتی فی الاحمرین، دو چیز، دو سرخ فام، دو رنگ سرخ زنان امت مرا هلاک میکنن، یکی پوشیدن طلا و دیگری لباس نازک. ما مخالف پوشیدن لباس نازکیم، پوشیدن لباس استیم که حجاب کامل را رعایت نمیکنه. در این حال عرض میکنم باید با یک اخلاق، با یک متانت، با یک دوستی و رفاقت این موضوعات را به دخترانمان، به فرزندانمان، به خانوادمان بگیم. در مقابل دین جبهه نگیرن، دلسوزانه بگیم، با محبت بگیم، از روی عشق به سلامت و در واقع عزت خانواده و مردم مسائل بگیم. علی کل حال مسئله حجاب از مسئله ها و از موضوعات است که ما به او به شدت هم احترام قائلیم،
و کسانی که به نام دوستی اهل بیت علیهم السلام با حرکت های ضعیف ظاهر می شوند به اینها هم سفارش می کنیم و به دوستانمان هم متذکر می شویم اینها مورد حمایت نیست، مورد تذکر است. در این حال عرض می کنیم بالاترین وسیله سلامت یک خانم همون حجاب کاملش است. خدایا مردم ما، جامعه ما را از همه برکات و عنایاتت بهره‌مند بگردان. دولت و ملت افغانستان در محوریت قرآن و اهل بیت به همدیگه نزدیک و مهربان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنين. بار دیگر همه عزیزان به رعایت تقوا و پروا پیشه کردن سفارش میکنم موضوعاتی که در خطبه دوم یاد کنم زیاد است، کوتاه که به همه و اندازه ضرورت رسیده باشیم. یکی از موضوعات مهم مسئله روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه است. یونسکو این سازمان در نوامبر 2001 یک بیانیه ای را پخش کرد تحت عنوان تنوع فرهنگی و از سازمان ملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست که 21 ماه مه همون در واقع برابر است با آخر ماه ثور، 31 ثور که امروز 5 جوزا است، گفت که این را به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی به رسمیت بشناسین، برای گفتگو و توسعه نامگذاری کنین. نگاه کنین همه کشورها جمعیتهاش مختلفه، متنوعه. خب مسیحی ها یک فرهنگ دارن، خلاصه خدمت شما عرض بشه که عیسوی ها دیگه فرهنگ دارن، از نظر مذهبی بگم، از نظر قومی زبانی فرهنگ ها مختلفه. سازمان ملل و یونسکو آمدن یک روز را مشخص کردن، گفتن آقا در این روز به شکل کلی در جهان بیاییم یک نماد را بلند بکنیم، یک علامت را بلند بکنیم که فرهنگای همدیگه را بشناسیم، یه را تبدیل بکنیم به یک زمینه هم زیستی و مسالمت آمیز زندگی کردن، فرهنگا تبدیل نشود به دشمنی. این چیزی خوبیه. تنوع فرهنگی اگر خوب مدیریت بشه باعث رشد میشه. دیدین آدم به یک کشور مهاجر میشه، خوبیای او کشور را میبینه، برمیگرده در شهر خودش، در کشور خودش پیاده میکنه. آدم یک جا مهمان میشه، میزبان هنرنمایی میکنه، اخلاقش، بهداشتش، پذیرایش، آدم برمیگرده یک جایی میره بهداشت خوبی داره، مکتباشان خیلی خوبه، مسجدشان خوبه، نوع غذا خوردنشان، پذیراییشان. حالا من از بابه که مطلب حل بشه، من در یک شهر رفتم، این متکه ها، بالشت هایی که استفاده میکردن کوچیک کوچیک بود، یعنی به اندازه ای که سر آدم
روش قرار بگیره. خب ما بالش داریم مثلا 5 کیلو پنبه است، بالشتای اونا 1 کیلو بود. گفتم چرا کوچیکه؟ گفت خب ما به اندازه ای که نیاز داریم متکا درست میکنیم، لازم نیست بزرگ. این تنوع فرهنگی اگر مدیریت بشه خیلی به نفع آدمه، به نفع جامعه است. اگر بد مدیریت بشه تبدیل میشه به دشمنی. ما میخواییم که زبان ما باید زبان کشور باشه، خود درست نیست. فرهنگ ما باید فرهنگ کشور باشه، این درست نیست. همه زبان ها، همه فرهنگ ها، همه برنامه های خوب در جامعه مورد توجه قرار بگیره. نمیخوام زیاد صحبت بکنم. در افغانستان خوشبختانه به هر دلیلی یک تنوعی وجود داره که در خیلی از کشورها این تنوع نیست. ما اینجا قوم پشتون داریم، هزاره داریم، تاجیک داریم، ازبک داریم، سادات داریم، خلاصه سایر اقوام داریم. حالا چطوری اقوام آمدن داخل افغانستان ساکن شدن؟ حتما در اون برهه‌ای که مردم آمدن یک ظرفیت خوبی داشته افغانستان، و الا شما میدونی یک جایی که ظرفیت نباشه مردم اونجا نمیاین. همینطوری که امروز مردم به یک نقطه آرام میره که اونجا راحت زندگی بکنه، حتما افغانستان یک ویژگی ها داشته که این اقوام مختلف آمدن در اینجا ساکن شدن. حالا ما باید این تنوع فرهنگی را مدیریت بکنیم. متاسفانه بد مدیریت میشه. خب اختلاف قوم داخل جریان های سیاسی قرار نگیره. این مسئله قومی را در افغانستان اکثرا با خواستگاه های سیاسی مدیریت کردن. من یک عبارت را خدا یاری بکنه عرض بکنم، نگاه کنین، اگر همه افغانستان به حکومت به عنوان یک مرکز آبادی نگاه کنن برای همه، این خوبه؟ یا به عنوان یک طعمه و به عنوان یک ابزار برای یک بخش؟ این دومیش به پایان و در نتیجه به ضرر کشوره. زبانها را باید با همین خلاصه روی کرد نگاه کنیم. اشکال نداره ما زبانهای مردم کشورمان بلد باشیم. وقتی برادر پشتون با ما برخورد میکنه، یک جا میخوایم سخنرانی کنیم، بیشتر شنونده ها پشتو زبان است، خب به زبان پشتو صحبت کنیم. مثل انگلیسی، یک جا به ازبکی حرف بزنیم، یک جا به لهجه دیگری حرف بزنیم. اما متاسفانه گاهی این مدیریت عوض میشه، این فرهنگا در مقابل هم دیگه قرار میگیره. عوضی که زمینه توسعه و پیشرفت و تنوع زیست محیطی را فراهم بکنه در تقابل با هم دیگه قرار میگیره. یک حقیقته. اما با آگاهی میشود این قضیه را مدیریت کرد. یکی از بهترین ابزاری که ما داریم الحمدلله خواستگاه دین است. افغانستان کشوریه که 99% بیش از 99%ش مسلمانه. خب وقتی ما یک جایگاهی بالاتر از زبان و خون و خدمت شما عرض بشه که عادتهای محدود داریم، او را معیار قرار بدیم. با توجه به کوتاهی و خیلی مزاحمتان نشوم، متاسفانه عوامل خلاصه پراکندگی، عوامل در مقابل هم قرار گرفتن در این گفتگوی تمدنی و توسعوی و فرهنگی متاسفانه خودش بیشتر نشان داده در تاریخ گذشته افغانستان. امیدواریم که با توجه به تاریخی که پشت سر گذاشتیم، مشکلاتی را که جامعه ما در این چند دهه دید، انشالله دیدگاه ها عوض بشه و این جریان بهتر مدیریت شود. مسئله دوم، 5 جوزا روز معاهده، امضای معاهده گندمک است که توسط محمد یعقوب خان در سال 1258 این معاهده امضا شد. من وارد خلاصه جزئیات این معاهده نمیتوانم بشوم. افغانستان یک موقعیت ویژه دارد، در دو گذشتم در الانم یک
به اصطلاح موقعیت جغرافیایی خاص داره، کشورهای آسیای شرق و آسیای غرب و جنوب و آسیای میانه را یک کشور میتوانه به هم دیگه وصل بکنه، یک چهارراه مهم و بنیادی و اساسی است. لذا همیشه دشمنان افغانستان متوجه این موقعیت افغانستان بوده و هستند و نمیخواهند در این کشور در این نقطه مهم یک دولت قوی نیرومند مورد حمایت همه مردم افغانستان شکل بگیره. حقیقتا اینطوری است. میدانن اگر یک دولت قوی اینجا تشکیل بشه، این ملت از جهات مختلف ظرفیت دارن، اهل کارن، غیرت الحمدلله دارن و توان دارن، نمیتوانن دیگه به منافعشان برسن. لذا همیشه تلاش میکنن این ملت به جان هم بیندازن و به منافع خودشان برسن. لذا خدمت شما رو چه در اواخر قرن 19 میلادی، سده 19 میلادی، این کشور به عنوان خط حائل بین بازی بزرگ روسیه و انگلستان قرار گرفت و برای بار دوم انگلیسی ها خلاصه به افغانستان حمله کردن. بعد از فوت آقای امیر شیرعلی خان که در اثر یک مریضی از دنیا رفت، پسرش محمد یعقوب خان در سال 1296 میلادی بخشین قمری به قدرت رسید و یک خلاصه گزارشی داد به انگلیسی ها، یک گزارشی داد خدمت شما عرض بشه که به تاشکند و اونجا فوت پدرش گزارش کرد. در اونجا یک معاهده ای را در منطقه گندمک رفت اونجا امضا کرد. این معاهده 11 بند داره. در مجموع بندهایی که در این معاهده آمده، بعد خودتان برین پیدا بکنین بخوانین، به مصلحت افغانستان نبود. به خاطر این که در این معاهده ها بیشتر منافع خلاصه شخصی مورد توجه قرار گرفته بود. همیشه باید در معاهدات، در امضاها، در پیمانها منافع کشور مورد توجه قرار بگیره. معمولا با کشور به عنوان یک در واقع مال و تومه برخورد می شده. ما امیدواریم که تاریخی را که پشت سر گذاشتیم ما را بیدار کرده باشه و هوشیار کرده باشه. در تصمیم گیری ها باید منافع همه مردم افغانستان مورد توجه قرار بده. ما به عنوان یک بخشی از ملت افغانستان، مردم تشیع، بحث مذهب مهم نیست، اعلان میکنم مثل گذشته و امروز و آینده از حاکمیت و از جامعیت که در افغانستان خدمت بکنه حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد. ما یک مردم هستیم، در یک کشوری به نام افغانستان زندگی میکنیم، چه در حاکمیت باشیم چه بیرون از حاکمیت باشیم، این منفعت و این مرز را همیشه باید احترام بکنیم. ما اعلام میکنیم و تذکر میدیم و دلسوزی میکنیم. سرزمین مادر ماست. یک مادر فرزند دختر داره، پسر داره، با استعداد داره، متخصص داره، مریض داره، همه اینها باید مورد محبت مادر قرار بگیره. امیدواریم که این موضوعات که با حساسیت و با دلسوزی دنبال میشه و مطرح میشه مورد توجه و دقت قرار میگیره. بسیار کوتاه یاد میکنم از ولادت کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها. ببینیم ما از اهل البیت یاد بگیریم چقدر به دخترانشان احترام قائل بودن. بازم عذرخواهی میکنم از علما. این دختر حضرت معصومه سلام الله علیها دختر امام هفتم است، خواهر امام رضا است. قبل از اونی که این دختر به دنیا بیایه امام صادق از این دختر یاد کرده.
امام صادق فرمود الا ان قم حرمی و حرم ولدی من بعدی، مردم بدانین قم حرم من و حرم فرزندان من پس از من است. زنی از فرزندان من در این شهر می گذرد که او دختر موسی است. خیلی احترام می کردن به دخترانشان. پیغمبر می فرمود فداها ابوها، پدر قربان این دختر. چه اشکال داره؟ فرق بین دختر و پسر نیست. و ضرر است اگر ما فرق قائل بشویم. علا کل حال ما به این مناسبت در واقع این نکته دنبال میکنیم که همه توجه به همه باید بشود، به دختر و پسر. به یک بخش مشکل جامعه ما حل نمیشود. مسئله دوم، سوم و چهارم، باز هم الحمدلله در این روزا خبر خوشی را شنیدیم. هفته گذشته همون کمک و توجهی که به مکاتب و پوهنتون‌ها، دانشگاه‌ها شد خبر خوش هفته بود. این هفته هم وزارت داخله امارت اسلامی در دیداری که با سفارت چین داشت این مسئله را مطرح کردم که چینی‌ها گفتن ما طرفدار توسعه روابط با افغانستانیم، ما 100% دنبال توسعه هستیم و سفارش میکنیم موانع توسعه باید برداشته شود و زمینه توسعه و ارتباط کشور با همه دنیا فراهم شود. ما نمیتوانیم در یک شرایط اینچنینی تنها و به اصطلاح با عدم رابطه با دنیا زندگی بکنیم. این توسعه از هر جا شروع بشود قابل تحسین است. باز هم در نشستی را که رئیس شورای پناهندگان ناروی با نمایندگان و مسئولین امارت اسلامی در قندهار داشتن، از دو موضوع، اگرچه تا هنوز تایید نشده، خلاصه پیشبینی کردن و خبر دادن، هم مسئله کار زنها در خلاصه ادارات غیر دولتی و هم مسئله تحصیل زنها، ما امیدواریم هر دو مقوله انشالله با دلسوزی و با درایت و جامعه نگری مدیریت بشود و حل شود. مسئله آخر، مسئله حقابه و آب رود هیرمند و مشکل مردم بلوچستان ایران، من عرض میکنم شرایطی که پیش آمده انشالله با درایت مسئولین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران حل شود و مدیریت شود. همون گونه که ما معتقد هستیم مؤمن وقتی وعده میده به وعدش باید عمل بکنه، وعدت المؤمن کالاخذ بالید. از اون طرف باید دلسوزی و نصح و برادری در عمل و در بیان و در گزارش انشالله رعایت شود. این زمینه نشود دشمنان زیادی همه کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه داریم. شما همتان الحمدلله اهل خبر و خلاصه گزارشین، دارن تلاش میکنن یک خلاصه حرکتی را باز هم برای ضعف و در واقع مشکل درست کردن بین کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه دشمنان ما خلق کنن. اما باید بزرگان، مسئولین با سعه صدر، با صداقت و دلسوزی قضایا را مدیریت کنن. دیگرا حق ندارن وارد این ماجراها شون. خود همسایه ها، خود مسئولین افغانستان و ایران انشالله قضیه را مدیریت کنن. خدایا فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان معجل بگردان، امنیت کامل نصیب همه مسلمین مخصوصا ملت و دولت افغانستان بگردان. خدایا این دعا همیشه از عمق جان و فکر و از قلب من بلند می شود و در آینده این ظرفیت را می بینیم. خدایا ملت ما را با محوریت قرآن، با محوریت پیامبر به هم دیگه نزدیک و نزدیکتر بگردان. کسانی که دلسوزانه برای رشد این سرزمین، این مملکت، این مردم
کار میکنن در هر جا که هستن، در هر بستر و در هر ظرفیتی که هستن، خدایا به اونها لطف و عنایت ویژه عنایت بفرما. خواهران ما، برادران ما که با حضورشان همه نمازهای جمعه و این آدرس را حمایت میکنن، توفیقاتشان روز افزون، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.